به نام خداوند پاک سلام فراوان بر شما دوستای عزیز در هر کجای هستین. خدا کنه که همه شما دارای صحت کامل باشین. صحتمندی و سلامتی همه شما را آرزومند هستم. خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما دوستای عزیز قرار دارم. به همین امیدواری که همه شما خوش و خوشحال باشید برنامه امروزی مالگرا آغاز میکنیم. در ابتدا مواد لازمه را از صفحه تلویزیونتان نوت کنین. مواد لازمه روت توت زمینی: آرد ترمیده 2 گیلاس، بوره 0.5 گیلاس، تخم مرغ 1 عدد، مسکه 200 گرام، مربای توت زمینی 1 گیلاس، شیر 125 میلی لیتر، پودر سینمین 1 قاشق چای خوری، پودر دارچینی 1 قاشق چای خوری، پودر کیک 1 قاشق چای خوری، قیماق و قدر ضرورت. در ابتدا چی میکنم؟ تقریبا 50 گرم مسکر اضافه میکنم در بین ظرف. خب مسکر آیست آیست فعل میکنیم. نیم گیلوس بوردش اضافه میکنم، البته بوری دو ندار. نیم گیلوس بوردش اضافه کردم، یک دونم تخم مرغ است ایرام دش اضافه میکنم. ایرام اضافه میکنم در بین زیر اینجا بیکن پودر و پودر سنگین ایرم داشت اضافه میکنیم. نیم قاشق پودر سنگین و 1 قاشق بیکن پودر. و تقریبا از نیم گیلاس نصفش، البته 1/4 میسی 1 گیلاس شیر داشت اضافه میکنیم. بیره دوباره مخلوط میکنم. ماشین خاموش میکنم به خاطر که دوباره ماشین ضرورت است. دیره همینجا میگذارم. 1 گیلاس آرد ترمیده، این مساوی به 1 گیلاس میشه. 1 گیلاس آرد ترمیده دوباره اضافه میکنم. ایره فقط امرای یک کفگیرک چوبی مخلوط میکنم. اگر دیگه هار ضرورت بود مندازم، اگر نبود هیچ. میبینین دوستا عزیز که فرق ازی که ما شما چه قسم رود پخته میکنیم و مردم ترکیه چه قسم پخته میکنن. خب یک چیز بسیار خوب و مزه دار میایه. خب کم دیگه هم هار ضرورت است. بندازی نیم گیلاس دیگه هم خوردهش اضافه میکنیم. خمیرش نه بسیار نرم باشه و نه بسیار سخت، به اندازه که متوسط. خب میتونی نمیره امرای دستتان مخلوط کنین، هیچ کدام فرق نمیکنه. اگر این ماشین هم نبود هیچ فرق نمیکنه. یک کمک از زحمت بکشین امرای دستان، امرای 1 قاشق یا 1 پنجه خوب شور بدین عل میشه. خب اینه مخلوط کردیم. یک ظرف دیگر میگیرم، یک مقدار کم مسکر در بین زیمین دوزی میره تا سکر چرب میکنم.
خب این مقدار دیگه شن پس میکنم انقدر کفایت میکنم. خب ایره باقی امرای دست خواد ایره انبار میکنم. خب اگر دی دیش های ناسوز در خانه نداشتین این تشویش نکنین، میتونین از اون قالب هایی که مخصوص رود پخته کردن و کیک پخته کردن است میتونین از همون استفاده کنین. تشویش از دیره نکنین که والا از دیش های ناسوز نداریم چی کنیم، هیچ فرق نمی کنه. در قالب هایی که در بین خانه داریم میتونین از استفاده کنیم. خب این را انبار کردیم. حالا یک مقدار مربای توت زمینی را بر روی زی مندازم. این را من را یک قاشق کمک انبار میکنم. لازمی نیست که باید مکمل بر روی زی انبار شود، میشه که توته توته در هر قسمت زی ایر اضافه کنی. میبینید که چقدر متفاوت است نسبت به روتایی که ما شما در خانه خود آماده میکنیم. اما قدر کفایت میکنه. حال یک ظرف دیگر میگیرم. به مو طریقی که پیشتر البته مسکه اضافه کرده بودم بازم یک مقدار مسکه اضافه میکنم. نیم گیلاس آرد دوباره هم رو ازی اضافه میکنم. میبینیم نیم گیلاس آرد اضافه کردم. بیرک مخلوط میکنم که باز اگر ماشین چالان کنم دفتن بازی باد میشه. این آرد هم روی مسکه مخلوط کردیم. اینجا پودر دارچینی است. یک قاشقه که اضافه میکنیم در بین زی که میبینید که ما شما بسیار کم از پودر دارچینی استفاده میکنیم، اما این مردم سعی کنید که در بین رود استفاده میکنم. و همچنان دو قاشق نانخوری بوره. دو قاشق بوره انداختیم و نیم قاشق پودر سینمن مندازم. البته نیم قاشق قبلا انداخته بودم. ماشین خاموش میکنم. بسیار ساده و آسان ایره امرای دستم بروزی پاش میتونم.
دیدین اول دو رنگ مقبوله به خود گرفته بود و بعدا یک رنگ دیگر به خود گرفته. روی مربای توت زمینی را مکمل می پوشند. خب این تمام شد بروی زی انداختیم. خب دیدین دوستای عزیز که همین چقدر ساده و آسان آماده شد. ما همیشه بار بر شما گفتیم که این ماشینا در خانه های کلگی ما شما موجود نیست. فقط بسیار ساده و آسان امرای دستتان همین مسکه آرده امرای پودر دارچینی قف مال کنیم درش پوش بدیم. بسیار ساده و آسان است، هیچ کدام پرابلم نیست. خب بیره بره 15 دقیقه در بین داشت میمونم. خب مدت 15 دقیقه روت توت زمینی رو به داشت مدیم، انشالله پخته شده. روت رو میکشیم از داشت. شما دیدین که در ابتدا من بر شما قیماق هم نشان دادم که امون مقدار قیماق همراه بوره خوب مخلوط کردیم که از او کریم آماده کردیم. کریم داخل سانچه انداختیم و قدیره بروی زی تزین میکنیم. دیدین تمام زیره امرای قیماق و بوره بسیار مقبول تزیین شده. حالا فقط از مربای توت زمینی بروی زی. توت زمینی رو در قسمت وسط زی میمونیم. ببینید چقدر مقبول مال میشه. تمام زیره توت زمینی برای شما این آماده شد. دوستای عزیز این بود روت توت زمینی که بر شما آماده کردیم. خدا کنه که مورد پسند شما قرار بگیرد.